مرد در جوزجان زیر شکنجه یک جنگجوی طالب جان باخت. جبهه مقاومت، حمله طالبان در تخار عقب زده شد. امشب خواب از چشمان رهبران اشرار طالبان کوچ کرد. مشروع خبرها، منابع محلی در جوزجان میگویند که یک مرد میانسال در این ولایت زیر شکنجه یک جنگجوی طالبان جان باخته است. این رویداد روز شنبه 23 صف در روستای شیرمنگوی ولسوالی در زاب ولایت جوزجان رخ داده است. با گفته منابع، این فرد خال محمد بای نام داشت و پس از درگیری لفظی بر سر زمین با فرد به نام احمد رئیس از اعضای طالبان در جوزجان کشته شده است. منابع تصریح میکنند که خال محمد زیر شکنجه فرزندان احمد رئیس جان داده است. فرد کشته شده در حدود 50 سال سن داشته و یک تن از بزرگان محلی بوده است. طالبان تاکنون در مورد این ادعاها چیزی نگفتند. جنگجویان طالب پیش از این نیز به مجازات غیر نظامیان در دادگاه‌های صحرایی پرداختند. چند پیش جنگجویان این گروه در ولایت فاریاب یک حافظ قرآن را در برابر چشمان اعضای خانواده‌اش سر بریدند. جبهه مقاومت، حمله طالبان در تخار عقب زده شد. جبهه مقاومت ملی اعلام کرده است که حمله گسترده جنگجویان طالب بر موازی نیروهای این جبهه در ولایت تخار در شمال شرق افغانستان را عقب زده است. این جبهه در تویت گفته که حمله طالبان روز جمعه 22 صفر در ولسوالی چال ولایت تخار بر موازی نیروهای جبهه مقاومت انجام شده است. جبهه مقاومت که طالبان در این حمله سلاح‌های سبک سنگین کار گرفته و درگیری شدید میان جنگجویان طالب و نیروهای جبهه صبح روز جمعه تا شام این روز ادامه داشته است، افزوده است. در تویت جبهه مقاومت ملی آمده است: در نتیجه نیروهای تروریستی طالبان با تحمل شکست خفتبار مجبور شدند تا محل را ترک کنند. اطلاعات نشر شده که از آن است که طالبان در جریان این درگیری شمار از غیر نظامیان را بازداشت و با خود بردند. گفته شده که به نیروهای جبهه مقاومت در این درگیری هیچ گونه آسیبی نرسیده است. طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفتند. هفته گذشته نیز در پی عملیات و درگیری جنگجویان طالب با نیروهای جبهه مقاومت ملی در ولسوالی خوست بغلان 8 طالب و 3 عضو این جبهه کشته شدند. از آغاز سال جاری هجری شمسی نخستین بار است که جبهه مقاومت ملی از حمله گسترده طالبان بر موازی نیروهایش در تخار خبر دادند. تخار در شمال شرق افغانستان پیش از این نیز گواهی درگیری‌های خونین میان جنگجویان طالب و نیروهای جبهه مقاومت ملی بوده است. نماینده خامنه‌ای: طالبان دست نشانده آمریکا است، از همه اهرم‌های فشار استفاده کنیم. نماینده خامنه‌ای با انتقاد از طرفداران گفتمان با طالبان گفت که نگاه غلط به طالبان وجود دارد. مصطفی مهامی، نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، در زاهدان روز جمعه طالبان را دست نشانده آمریکا در افغانستان خواند و از جمهوری اسلامی خواست برای به دست آوردن حقابه ایران از رود هیرمن از تمام اهرم‌های فشار استفاده کند. با گزارش خبر آنلاین، مصطفی مهامی در مورد طالبان و عملکرد این گروه در زمینه عمل به معاهده امضا شده در مورد حقابه ایران از رود یرمن گفت در خصوص حقابه نگاه غلط به طالبان وجود دارد و از طرف برای پیگیری عزمی در کار نیست، از این جهت که برخی به دنبال گفتمان با طالبان غافل از این که طالبان دست نشانده آمریکاست. ما برای دستیابی به اهداف خود باید از همه اهرم‌های فشار استفاده کنیم. نماینده خامنه‌ای و امام جمعه زاهدان افزود که عملی نشدن معاهده امضا شده و قانون میان ایران و افغانستان در زمینه عقابه ایران از رود یرمن به زندگی ساکنان سیستان و بلوچستان آسیب فراوان زده است. او گفت زندگی مردم سیستان از طالاب، ماهیگیری، کشاورزی و دامداری تأمین می شد و حالا در تأمین آب شرب هم مشکل داریم. در شرایط کنونی باید طرح و برنامه داشته باشیم تا مردم بیش از این دچار مشکل نشوند. مهامی با ذکر این که مسئولان جمهوری اسلامی ایران در عملی کردن عقابه ایران از ارد یمن تأخیر، سوی تدبیر و بی‌ارادگی های متعدد صورت دادن، افزود که پیش از این نیز به عنوان شخص غیر متخصص درباره پیامدهای این کار هشدار داده بود. مسئله حقابی ایران از رود یرمن در چند سال اخیر و در پی خوش‌سالی مداوم و کمبود آب در سیستان و بلوچستان ایران به یکی از موضوعهای مهم در گفتگوها میان مقام‌های جمهوری اسلامی با حاکمان افغانستان تبدیل شده. از مقام‌های ایرانی برای پیگیری این مسئله بارها با مقام‌های دولت‌های پیشین افغانستان نشست‌های برگزار کردند و چند مورد هیئت‌های فنی از دو کشور با هم دیدار کردند، اما این تلاش‌ها نتیجه در پی نداشت. اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان که در 15 مرکز از کابل فرار کرد گفته بود افغانستان به عقابه ایران از رود یرمن پایبند است، اما اگر ایران میخواهد آب بیشتر دریافت کند باید بابتش پول بپردازد.
اختلافات مرزی طالبان با جمهوری اسلامی اجازه ساخت اجازه نداده ایم. هیئت از پایگاه الفاروق ارتش طالبان در غرب افغانستان به رهبری محمد رحیم خادم فرمانده نیروهای سرحدی با هیئت از مرزبانان جمهوری اسلامی دیدار کردند. وزارت دفاع طالبان اعلام کرده است که نیروهای مرزی این گروه اجازه ساخت یک جاده برای نیروهای مرزی ایران در نقطه صفری مرزی در گذرگاه اسلام قلعه را ندادند. در بیانیه این وزارت آمده است که نیروهای مرزی طالبان مانع ساخت شدند. این بیانیه آمده است که هیئت از پایگاه الفاروق ارتش طالبان در غرب افغانستان به رهبری محمد رحیم خادم فرمانده نیروهای سرحدی با هیئت از مرزبانان جمهوری اسلامی دیدار کردند. در این بیانیه ذکر شده است که دو طرف برای حل منازعه از طریق دیپلماتیک و تعیین نقاط مشترک مرزی توافق کردند. تاکنون مقام‌های جمهوری اسلامی درباره این ادعاهای طالبان اظهار نظر نکرده است، اما یک ویدیو در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که نیروهای مرزی طالبان در حال مشاجره لفظی با مرزبانان ایرانی هستند. در این ویدیو دیده می شود که دو نیروی طالبان از نیروهای مرزی ایران می خواهند که موترها را از خاک افغانستان خارج کنند و اگر این کار را نکنند با آنها خواهند جنگید. این نیروهای طالبان گفت به موترها بگو که بیرون شوند، اگر توقف نمی کنند، اگر جنگ می کنی ما جنگ می کنیم. از زمان قدرت گرفتن این گروه تا کنون چند بار در گذرگاه های اسلام قلعه ولایت هرات و پل ابریشم ولایت نیمروز با نیروهای مرزی جمهوری اسلامی ایران درگیری رخ داده است. طالبان حتی حریم زمینی ایران را نقض کردند و برای چند ساعت هم یک نیروی مرزی ایران را به اسارت گرفتند. اما جمهوری اسلامی ایران در مقابل این اقدامات طالبان انعطاف پذیری نشان داده است. بیشتر نیروهای مرزی طالبان دوره های آموزشی برای برخورد با مرزبانان کشورهای همسایه را سپری نکردند. در حکومت پیشین افغانستان درگیری و تنش مرزی میان افغانستان و جمهوری اسلامی به ندرت رخ می داد. جمهوری اسلامی ایران در تلاش برقراری روابط نیک با طالبان است و سفارت و کنسولگری های افغانستان را به این گروه سپرده است. تهران امیدوار است که طالبان در راستای مبارزه با شاخه خراسان دولت اسلامی داعش اقدام کنند و عقابه ارمن را بر اساس درخواست آنها تامین کنند. اما تا هفته جاری امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در حاشیه نشست انستیتوی مطالعات استراتژیک اسلام آباد گفته بود که اگر بارندگی در سال جاری زیاد شود مشکلات آبی هر دو کشور رفع خواهد شد. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهای من را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش. خداوند یار مددگار همه شما باشه.